شهر در افغانستان به نام غلغله وجود دارد که یکی از آثار باستانی مهم این کشور و جز میراث‌های فرهنگی جهان محسوب می‌شود. شهر غلغله در گذر تاریخ بارها تخریب شده و اولین بار هم توسط چنگیز خان مغول به نابودی رسید. این شهر با توجه به قدامت و جذابیت هایی که دارد از سال 2012 در فهرست آثار یونسکو به ثبت رسیده و بازسازی آن نیز توسط گروه آلمانی آغاز شده بود. برای آشنایی بیشتر و کاملتر با شهر غلغله در افغانستان این ویدیو را دنبال نمایید. شهر غلغله در افغانستان ویرانه های باقی مانده به وسعت 4 تا 5 هکتار است که بر فراز تپه خاکستری رنگ در میان مزارع و کشتزارها در قریه سعیدآباد قرار دارد که به شهر غلغله مشهور می باشد. شهر غلغله در افغانستان یکی از 8 اثر تاریخی بامیان است که به عنوان میراث فرهنگی جهانی در سازمان یونسکو به ثبت رسیده و سالانه صدها گردشگر داخلی و خارجی را به سمت خود جذب می کرد. در دنیای امروزی از این شهر که مطابق با مستندات تاریخی روزگار پایتخت یکی از بزرگترین حکومت‌های اسلامی بوده و جز چند مغاره، تعداد دیوارهای تخریب شده، برخ برج‌های دیدبانی و یک منار مسجد چیز دیگر باقی نمانده است. یکی از تاریخ نگاران معاصر کشور به نام کاظم یزدانی نیز بر این باور است که جمعیت شهر غلغله در اوج رونق و شکوه از 4000 نفر بیشتر نبوده، چرا که مطابق با آنچه که از نشانه ها باقی مانده مشخص است که محدوده این شهر بیشتر از این تعداد را گنجایش نداشته است. شهر غلغله در زمان آبادی خود شهر بامیان یا بالاحصار بامیان یاد می شده و روزگار پایتخت پادشاهان بوده است. بنابر باور اکثر تاریخ نویسان، شهر غلغله در زمان سلطنت خاندان شنسبانیه غوری توسط سلطان علاءالدین جهانسوز ساخته شد و پس از آن سالها به عنوان پایتخت حکمرانی این خاندان باقی مانده است. از شهر غلغله در افغانستان که روزگار مرکز تجارت شمرده می شد، در حال حاضر دیوارهای فرو ریخته باقی مانده. در کنار مغاره های تخریب شده که تنها حسرت را به دنبال خودشان دارا هستند، همچنان مخروبه های این شهر در زمان جنگ های داخلی نیز به شدت آسیب دیده است. با آنکه سالها گذشت، بخشای از این شهر بزرگ تاریخی با حمایت مالی کشور ایتالیا ترمیم و بازسازی شد. قسمت های دیگر آن اما طی سالیان اخیر در نتیجه بارش سنگین برف و باران فرسوده تر از گذشته شده و در معرض خطر نابودی کامل قرار دارد. درباره این شهر تاریخی در افغانستان افسانه های محلی بسیار وجود دارد. گفته می شود چنگیز توان فتح شهر را در خود نمی دیده و لشکریانش مدت ها برای یافتن راه نفوذ به شهر سرگردان مانده بودند تا به مجادله جهت اشغال آن بپردازند. سرانجام دختر جلال الدین محمد خوارزمشاه که حاکم آن وقت شهر غلغله که عاشق سرباز جوان مغولی شده بود خیانت کرده و نامه برای مهاجمین نوشت و آن را توسط کمان در میان اردوی دشمن انداخت. وی توسط این نامه به لشکریان مغول خود فهماند که فتح قلعه با مشکل روبرو است و تا زمانی که سرچشمه کانال آبرسانی حصار بسته نشود و مدافعت شهر از آن استفاده و رفع تشنگی کنند، فتح نصیب مغول‌ها نخواهد شد. به این ترتیب سپاه مغول سرچشمه آب شهر غلغله را با نمد و تخته
و سنگ‌ها مسدود کردند. بدین ترتیب مقاومت محافظان شهر در هم شکست و اردوی مغول پس از فتح شهر آن را ویران کرد.